سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان گرامی، من حریری هستم و در این ویدیو قصد دارم خدمات وبسایت LELB Society رو به شما معرفی بکنم و همچنین شما رو مطلع بکنم که تا پایان مرداد ماه میتونید از تخفیف 50% با کوپن Summer 1999 استفاده بکنید که در پایین همین صفحه میبینید. خب وبسایت ما با آدرس elelb.net که دامینمون بسیار ساده است، در واقع طی 5 سال گذشته تونسته درس‌های بسیاری رو به شکل طبقه بندی شده ارائه بده و در حال حاضر 54 student register شده و در واقع زبان آموز register شده داریم که در واقع این بحث registration که حدوداً 1 سال پیش اتفاق افتاد در وبسایتمون خوشبختانه مورد استقبال خوبی قرار گرفته و در واقع الان به شکل کلی توی این ویدیو شورت کوتاه میخوام در واقع توضیح بدم که این خدمات به چه شکلی هستند. اولا وبسایتمون کلن به انگلیسیه، ما برخلاف سایت‌های دیگه انگلیسی رو به انگلیسی درس میدیم و کار میکنیم و در واقع با ترجمه و داستان و اینها در واقع ورد کلیپ و اینجور چیزها ما خیلی اتفاقی نداریم و فکر میکنیم که این روش ها روش هایی هستند که بیشتر پیچیده میکنه و زبان رو باید مستقیم با به زبان انگلیسی یاد گرفت، ولی از اونجایی که بعضی ها مصر هستند در بالای سایت ما از گوگل ترنسلیت استفاده کردیم و شما اگر واقعا نیاز دارید که ببینید سایت ما به چه شکلی هست به فارسی میتونید از نسخه ترجمه شده گوگل استفاده بکنید. در بالا وقتی که لاگین بشین در واقع در این قسمت ویلکام رو به رنگ سبز میبینید. خب همونطور که گفتم آدرسمون elelb.net هست، بسیار ساده، LELB Society An Academy, An Online Academy for IELTS, TOEFL, GRE and Farsi. ما رتبه اول آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در گوگل رو داریم که تصادفی هم نیست، با 6 زبان در واقع مدرس فارسی حرفه‌ای و تولید کننده محتوا در واقع تونستیم این افتخار رو کسب کنیم. پیشنهاد میکنم این قسمت رو حتما توجه بکنید، All Lessons in Categories، که من تمام درس ها رو در واقع تیممون همه رو به شکل ارگانایز شده و طبقه بندی شده در اختیار شما قرار دادیم. خب حالا موتو یا شعار ما این هست All you need to excel at English and Farsi. هر چیزی که شما نیاز دارید برای بهتر انگلیسیتون و فارسیتون رو بهتر و بهتر کنید و پیشرفت بکنید. Getting better and better. خب Say goodbye to course books, institutes, traditional classes and teachers. واقعا دیگه وقتشه که به کتاب درسی و مؤسسات و آموزشگاه های فیزیکی مخصوصا تو این شرایط کرونا و همچنین کلاس های سنتی و همچنین تیچر های سنتی خداحافظی کرد. Practice English and Farsi by yourself comfortably and at your own ideal pace. در واقع شما میتونید فارسی و انگلیسی رو به راحتی و در واقع با کمال آرامش و بر اساس سرعت عمل خودتون، سرعت خودتون در واقع تقویت کنید. تو هوم پیج ما در واقع کاتگوری ها و دسته های طبقه بندی های آموزشی بر اساس جدیدترین درس در درون اون کاتگوری نشون داده شده. Learn vocabulary with flashcards and podcasts. خب در واقع الان من IELTS TOEFL GRE flashcards که در واقع آخرین درس از این کاتگوری هستش come to an end که بر اساس سرنیم مترادف متضاد و همچنین vocabulary که در درون کانتکست است و همچنین idiom که در واقع English idioms and proverbs. حالا به عنوان مثال من آخرین idiom که فکر میکنم امروز در واقع درست شده رو برای شما نشون میدم، blow hot and cold. خب همونطور که میبینید همه درس ها تصویر دارن بالاشون و کلن واژگان رو ما با تصویر در واقع مصور کردیم. بعد هم جوری هستش بر اساس تول تیپ تکنولوژی هست، یعنی اگر ماوستون رو روش نگه دارید تصویر نشون داده میشه، هر جا این کلمه استفاده شده باشه خودش رو نشون میده.
مثلا blow hot and cold به معنی دمدمی مزاج بودن، نظر خود رو تغییر دادن، که مترادفهاش مثل vacillate، hesitate و fluctuate و اونهایی که در واقع کلمه مهمی که ارزش فلشکارد درست کردن رو دارن. سایت ما گویاست، هر کلمه رو شما سلکت بکنید براتون میخونه. دقت کنید. Why are you interested in someone that blows hot and cold? پس هر استودنت ها و اعضای سایت ما، در واقع زبان آموزان ما، دانشجویان ما، هر چیزی رو سلکت کنن براشون خونده میشه و این روش بهترین راه برای تقویت لیسنینگ میتونه باشه. و همونطور که عرض کردم، کلماتی که در داخل دروس وجود دارن، وقتی که شما ماوستون رو روش نگه دارید، در واقع میتونید اون رو ببینید و معمولا هم مصور هستند و این کلمه هر جا، اون کلمات هر جا استفاده شده باشند، در واقع خودشون رو نشون میدن. ما از authentic material استفاده کردیم، یعنی مطالب واقعی، نه که مطالب مثال هایی که در واقع برای زبان آموز نوشته شده باشه که مصنوعی میکنه قضیه رو. ما از مگزین، از جورنال ها، مجلات، فیلم ها، داستان های کوتاه، نمایش نامه ها، این کلمات و در واقع مثال ها رو اکسترکت کردیم. مثلا این از سایت hernorm.com هست. خب بعد شما میایین مثلا که پایین هر درس کاتگوری ها رو میبینید، که مثلا من میام توی کاتگوری انگلیش فلش کاردز، که حالا بهتره که این قسمت رو ریلیتد لسنز رو به شما نشون بدم. پایین درس ریلیتد لسنز وجود داره، دروس مشابه، که مثلا برای بلو هات اند کولد میتونید اینکانگروس و همچنین دوتا از درس های 1100 رو ببینید. همچنین میتونید اگر سوال داشته باشید به شکل کامنت متنی و همچنین کامنت صوتی، یعنی اینکه میتونید به شکل از میکروفونتون استفاده کنید و بدون استفاده از اپلیکیشن اینجا به نظرتون رو به شکل صوتی بذارید و ما و تیچرهامون در واقع به شکل صوتی به شما نظر در واقع فیدبک میدن. خب من میام اینجا توی قسمت انگلیش فلش کارت رو به شما نشون میدم، که تا حالا همونطور که اینجا میبینید انگلیش فلش کارت ما 1177 درس هست، ولی 2200 فلش کارت تول تیپ تکنولوژی هست، که مثلا شما میبینید رو از 1100، کانفلاگریشن از 1100، اینیشییت، تمام درس های 1100 و تمام درس های 504 رو ما به این شکل مصور هست. دیپلورابل، مثلا دیپلورابل رو من انتخاب میکنم. همونطور که میبینید دیپلورابل باز وقتی که روش نگه داشته بشه با ماوس خودش رو نشون میده. مترادفهاش ریچت، رپریهنسیبل، اپالینگ، دیسگریسفل و همچنین این مثالی هستش که از در واقع به شکل authentic و واقعی از سایت فاکس نیوز انتخاب شده. ما سورسش رو عرض کردم مطرح میکنیم و برخلاف سایت های دیگه که همینطور فت و فراوون کتاب ریختن و به نظر ما کار درستی نیست، چون اینها کپی رایت دارن در واقع، ما این کار رو نکردیم و مطالب authentic هست. و بعد هم همونطور که گفتم میتونید هر قسمت رو سلکت کنید و براتون بخونه. Florida girl 14 calls abuse hotline over deplorable living conditions, parents arrested. بله، این یک هدلاین از فاکس نیوز. بعد در واقع میتونید این کاتگوری ها رو ببینید، اینها تگ های کیورد هایی هستند که در واقع در داخل درس وجود دارد، و ریلیتد لسنز رو ببینیم، یعنی درس های مشابه. deplorable به معنی خیلی زشت و نکوهیده و سرزنش آور، که رو به معنی regret هست، تابو به معنی چیزی که مخالف است، همچنین که حرامه یا در واقع reprehensible هست، و همچنین short story The Fly by Catherine Mansfield. باز هم اینجا شما میتونید کامنتتون رو بنویسید اگر سوالی دارید به شکل متنی، و اگر هم دوست دارید برای تمرین در واقع speaking و listening کامنتتون رو به شکل صوتی بذارید، یعنی اینکه کلاس کلن امتداد پیدا میکنه و خارج از محدودیت جغرافیایی و زمانی. خب من میام باز دوباره برمیگردم به هوم پیج، چون مطالب اصلی تو هوم پیجه. ایدیم ها رو به شما نشون بدم، میام تو کاتگوری ایدیمز. تا حالا 98 تا ایدیم داریم، همونطور که اینجا میبینید انگلیش ایدیمز،
در واقع این مربوط به تاریخ امروز 14 مرداد 1399 هرگز به این مقدار ختم نمیشه. Blow hot and cold. خب میام توی در واقع کاتگوری انگلیش ایدیومز که آخریش همین هست، بعد در واقع as broad as it is long. Blue chip، همشون مصورن، همشون با کامنت تکست و کامنت صوتی و متنی هستند. و died in the wool و the first water. و از این قسمت باید دقت داشته باشید، استفاده کن pagination میره صفحه بعد، 20 صفحه هستش، 98 درس. و get down off a high horse. Bring home the bacon. از ایدیم های 1100 رو ما مصور کردیم و تو در واقع مثال واقعی، مثال authentic و related lessons، قابلیت گذاشتن کامنت و دیدگاه صوتی و متنی. و ایدیم هایی هستن که در واقع بسیار پرکاربرد هستن. میام توی LLB Society's homepage چون بخوام مطالب رو به شکل خلاصه برای شما بازگو بکنم. تمام 504 کلمه، 504 واژه مصور شده به شکل صوتی و همچنین تمام واژگان 1100 واژه و همچنین کتاب Foreign Against که برای Advanced Reading، ریدینگ خواندن پیشرفته، که بسیار کتاب ایدئال و خوبیه، توی دانشگاه‌های ایران تدریس میشه و مخصوصا برای کسایی که بخوان آیلتس بگیرن. مثلا یکی از درس‌هاش در ارتباط با هیومر، سنس آف هیومر یا شوخی و در واقع طنز و شوخی هست. خب همونطور که می‌بینید هیومر، بعد در واقع در برای هر کدوم از درس‌ها ما اینها رو به شکل پادکستش وجود داره، یعنی من درس دادم و در داخل اون درس امبد شده، جایگذاری شده، یعنی میتونید لیسنینگتون هم تقویت کنید، هم ویدیوش رو گوش بدید اگه روی این کلیک بکنید و ببینید، و هم تکستش و همین که هر کلمه رو هم سلکت بکنید biologically براتون میخونه. Air is only one quality which distinguishes us from animals, the ability to laugh in a universe and. خب حالا من چند تا از مثال ها و در واقع فلش کارت هایی که اینجا وجود دارند رو برای شما نشون میدم. ببینید کلمه های سخت هم هستن، کلمه هایی مثل ویندو، کار و اینها نیست، کلمه هایی که بسیار در واقع سخت و مناسب برای امتحان ها و تست ها هستند. و با این روش شما کلمه رو در داخل متن میتونید یاد بگیرید، برخلاف روش های کاذبی که یک لیستی از واژگان رو به شما میده و شما توتیوار حفظ میکنید. با این روش به شکل در واقع هوشمندانه یاد میگیرید. خب یک روش دیگه اینجا related lessonsش در واقع بر اساس موضوع و تم لینک شده، یعنی وصل شده به داستان The Story of an Hour by Kay Chopin و همچنین Bliss by Catherine Mansfield و همچنین وبینار Laughter، چون در ارتباط با در واقع Sense of Humor بودند. خب باز هم قابلیت گذاشتن کامنت متنی و کامنت صوتی و گرفتن فیدبک و بازخورد از تیچرهای ما وجود داره، یعنی اصلا محدودیت زمانی و جغرافیایی برای کلاس وجود نداره. خب من میام توی یه قسمت هومپیج دوباره. یادتون باشه از اون کوپانی که وجود داره تا آخر مرداد، یعنی حدودا نیم ماه دیگه، 15 روز دیگه میتونید استفاده بکنید و از 50% تخفیف در شهریه استفاده بکنید، یعنی بهره مند بشید. خب practice vocabulary، expand your vocabulary in context، همونطور که گفتم ببینید 2200 تا ما فلش کارت درست کردیم که اینها در داخل متن خودشون نشون میدن. از بین اون 2200 تا که هرگز به این اندازه ختم نمیشه و هر روز داره اضافه میشه، این 15 تا یا 20 تا رو من به شکل مثال آوردم. Illustrated English flashcards here. Illusory. Notable. ببینید اون مثلا اینا همه کلمه های 1100 و 504 هستند، مخصوصا 1100. cheeky، legitimate، pensive، recondite، juxtapose، nirvana، metamorphosis، decadence، on the qui vive، perspicacious، draconian، apple polishing، demure. و در واقع اینها هر جا مثل این consider، cursor، expand هر جا وجود داشته باشن توی متن خودشو نشون میدن،
به شکل هوشمند. بهش میگن تول تیپ تکنولوژی فلش کارد گلاسری. خب حالا ریدینگتون رو چطور تقویت بکنید؟ از طریق در واقع شورت استوری هایی که ما مهمترین شورت استوری های توی انگلیش لیترچر ادبیات انگلیسی رو جمع آوری کردیم که هر کدوم از اینها پادکست دارن و فلش کارت دارن و همچنین کامنت فرم، کامنت صوتی و کامنت متنی. مثلا یان گودمن براون، من یکیشو انتخاب میکنم. یان گودمن براون مال ناتانیل هاوثورن هستش که در واقع همونطور که میبینید باز در واقع فلش کارت هست و پادکست، یعنی روش کلیک بکنید میتونید گوش بدین و همچنین پادکست فلش کارتاش و همچنین به شکل تکست تو اسپیچ، یعنی مثلا قسمت رو سلکت بکنید میخونه. My love and my faith. بهترین روش برای تقویت لیسنینگ، برای تقویت ریدینگ، برای تقویت وکابولری و لذت بردن از متن واقعی به جای اینکه در واقع ترجمه ای کار بکنید. و به خاطر همینه که ظرف مدت یک سالی که گذشته از عضویت، چون قبلا سایت ما رایگان بود برای همه، ولی به هر حال ما این رو به شکل یک دانشگاه یا یک کالج آکادمی آنلاین تبدیل کردیم و توی این مدت 53 یا 54 تا استودنت واقعی داریم که کاملا راضی هستند و خوشبختانه. خب میایم پایین، این 2200 تا فلش کارت اینجا خودشون نشون دادن. بعد میایم پایین پایین، خب شورت استوری یه مقدار طولانی هست و بر اساس موضوع داستان اینجا لینک شده. ببینید مثلا با The Little Mermaid و همچنین The Skylight Room مال او هنری و همچنین Hansel and Gretel که مال هانس کریستین اندرسن هست، که هر کدوم از اینها پادکست دارن، تکست تو اسپیچ دارن، کامنت فرم متنی و صوتی دارن و همونطور که میبینید میتونید کامنتتون رو بنویسید، تمرین اسپیکینگ بکنید و غیره. میام توی در واقع کاتگوری انگلیش شورت استوریز، ببینیم چه شورت استوری هایی داریم. خب The Little Mermaid، The Skylight Room by O. Henry، Regret by Kate Chopin. یا همونطور که گفتم همه اینها پادکست دارن، همه اینها فلش کارت دارن، همه اینها رو شما سلکت بکنید میتونید گوش بدین، همه اینها کامنت فرم دارن. The Lock of Roaring Camp، The Monkey's Paw by W.W. Jacobs. میان صفحه بعد این پاجینیشن رو دقت و فکر نکنید تمام شده. An occurrence at Owl Creek Bridge by Ambrose Bierce. The Regret by Edgar Allan Poe. و داستان های بسیار، اینا همشون مهم ها هست. یعنی من نمیدونم هر شورت استوری هایی که مخصوصا حتی زبان دانشجویان رشته آموزش زبان انگلیسی، ادبیات انگلیسی، ترجمه، یک کورسی دارن به اسم Oral Reproduction of Short Stories که میتونن به راحتی از این مطالب استفاده بکنن. که داستان انگلیسی همونطور که میدونید ادبی هست، ممکنه واژگان سختی داشته باشه، ولی با وجود فلش کارت های ما که 2200 کلمه که سخت است، نه کامپیوتر، نه نمیدونم میز و چیزهای ساده، در نتیجه این استفاده از این مطالب رو بسیار ساده میکنه، مثل The Last Leaf by O. Henry و غیره. بذارین مثلا همین The Last Leaf by O. Henry رو نشون میدم که توی ایران بسیار معروف هم هست. همونطور که میبینید باز پادکست داره، هر کلمه رو سلکت بکنید میخونه براتون. And became a colony. و پایینش هم Related Lessons داره. ببینید با چی لینک شده، با The Skylight Room by The Monkey's Paw و اون سه تا چیزی که قبلا هم اشاره شده. خب حالا میام تو هوم پیج. تو هوم پیج قسمت فری تیلز، ببینیم تو فری تیلز چیا داریم. خب میتونم از این قسمت بیارمش که ساده تر باشه. English, learn English with fairy tales. Okay. خب ما فری تیلز رو تازه شروع کردیم، به خاطر این نقطا بیشتر نیست، ولی خب مثل سیندرلا، داستان سیندرلا، داستان همه اینا پادکست دارن، تکست تو اسپیچ دارن، کامنت فرم دارن و داستان هنسل اند گرتل با که مال برادران گریم هست،
داستان روباه و انگور که از ایساب هست، داستان موش شهری و موش روستایی که اینها همشون فریتیل هستند، افسانه هستند، واقعیت ندارن، داستان مورچه ها و ملخ که همون جیک جیک مستونت بود، فکر زمستونه بود، داستان در واقع قاز و تخم طلا و همچنین خرگوش و لاک‌پشت که اینا بیشتر مخصوصا برای نیتیو اسپیکر باشن، در واقع برای کودکان، ولی برای لرنرها چون کلمات سنگینی دارن واقعا توش، یعنی ممکنه موضوعش ساده باشه ولی کلمات جالبی توش به کار برده شده. خب ببینیم دیگه چی. در مورد تقویت ریدینگ میتونید شما از Inspiring Materials in English استفاده بکنید که کتگوری هستش که توش مطالب آموزنده برای داشتن زندگی بهتر استفاده شده، که مثلا چطوری میتونید Reprogram Your Mind or Subconscious Mind and Thoughts، که در واقع باز هم اون فلش کارت ها، این سیستم همه درس ها استفاده شده، یعنی مثلا ایشون دکتر جو دیسپنزا هستند که ما همه سورس ها رو هم در واقع مطرح کردیم. همونطور که گفتم ما اگر متنی رو استفاده کردیم از جایی حتما سورسش هم آوردیم. خب مثلا این سورس مال در واقع وبسایت آنتونی رابینز هست، این پاراگراف از این سایت هست، این پاراگراف از این سایت هست، اونجوری نیستش که یه دونه آرتیکل رو کلن از اینجا کپی بکنیم. بعد همونطور که گفتم فلش کارت ها در واقع وجود دارن و تکست تو اسپیچ هست، ریکوردینگز پرسن و ریلیتد لسنز، یعنی اینکه پایینش مثلا این موضوع این داستان با این ایدیم برینگ هوم دی بیکنز یا تو استرینگز تو وانز بو هست، یا مثلا مدیتیشن. و همچنین اگر کامنت سوال متنی و صوتی داشته باشید میتونید اینجا مطرح کنید. میام تو هوم پیج واسه. خب پس همونطور که دیدید ریدینگ رو به شکل بسیار عالی با استفاده از داستان کوتاه، با استفاده از افسانه و همچنین مطالب آموزنده میتونید یاد بگیرید. حالا لیسنینگ رو به همراه در واقع ریدینگ میتونید از طریق داکیومنتری یا مستند یاد بگیرید. مثلا مستند Human Brain که در واقع ترانسکرایبر این داکیومنتری یا مستند خانم مهسا محمدی هستند که یکی از تیچرهای انگلیسی و همچنین فارسی ما هستند که فعالیت میکنن در وبسایت ما. خب اینجا میتونید شما ویدیوش رو چندین بار در واقع پلی بکنید و ببینید، بسیار ویدیوهای جالبی هستند و همچنین متنش که ترانسکرایب شده به اضافه قابلیت Brain Regions و همچنین فلش کارت هایی که کلمه های مهم رو آورده، یعنی دقت همونجوری که گفتم مثلا کلمه هایی مثل تیبل و کار و اینها نیست، کلمه هایی که واقعا ارزش یاد گرفتن دارن و در واقع بعد لینک شده هاش چی هستن. ببینید درس های مثل پیوبرتی یعنی بلوغ، لافتر و مدیتیشن، چون بر اساس موضوع برین و مایند هستش در واقع اینها لینک شدن باهاش. خب میام توی کاتگوری انگلیش داکیومنتریز ببینیم چیا داریم فعلا. خب انگلیش داکیومنتریز مثل Human Brain، مثل The Sun، Fossils، فسیل ها، Volcanoes، آتش فشان، در مورد Pangolins که میگن یکی از اوریجین ها یا منابع بیماری کرونا بوده، من دقیقا نمیدونم اونجوری که میگن. دیگه مستندها یادتون باشه همشون ویدیو دارن، پادکست دارن، فلش کارت دارن 100% و میتونید سلکت بکنید بخونید هر چیزی. خب مثلا داکیومنتری در مورد فیل، داکیومنتری در مورد اختاپوس، داکیومنتری در مورد کرونا ویروس، داکیومنتری و مستند در مورد مادرز کیپر اون ماهی های پرنده و غیره. خب میام باز دوباره توی هوم پیج، سعی میکنم خیلی خلاصه بگم، خدمات زیاد هستند و تایم کمه. یکی دیگه از کارهایی که میتونید انجام بدین و برای فان قضیه است، مثلا تو سایت بودین خسته شدید میتونید یه زنگ تفریح به خودتون بدین، استفاده از English songs with lyrics. English songs with lyrics. مثلا این جدیدترین سانگیه که ما گذاشتیم از سینگری به اسم خانم کلبی
کلیت اگه درست تلفظ کرده باشم، که کیلت I don't know. خب اینجا میتونید در واقع سانگش رو بشنوید، روش کلیک بکنید، اینجا هم لیریکسش هست. ببینید فلشکارد نداره، چرا؟ چون بسیار ساده است، اصلا چیزی نیستش که بخواد ارزش فلشکارد داشته باشه. این میگم بیشتر بحث فانه. خب حالا من مثلا باز میام روی سانگ هایی که درست کردیم، مال مثلا کسایی مثل Annie's Song by John Denver، Thinking Out Loud by Ed Sheeran و Blank Space by Taylor Swift، Hello by Adele و غیر. این بیشتر همونطوری که گفتم بیشتر جنبه فان قضیه هستش، زنگ تفریح. خب میام توی قسمت هوم پیج. خب وبینار هم نشونتون دادم، ما وبینارهامون رو ریکورد میکنیم. تا حالا چندین وبینار، 20 یا 30 تا وبینار داشتیم، میتونید تو این کاتگوری در واقع دسترس داشته باشید بهش. سپیکینگ رو چطور میتونید تقویت کنید؟ شما میتونید، استودنت های ما به شکل نامحدود میتونن اینترویو آیلتس بدن، یعنی ما به شکل همزمان یا غیر همزمان برای استودنت هامون اینترویو آیلتس برگزار میکنیم. مثلا این اینترویو که در واقع انجام شده ریکوردش هست، ما ریکورد میکنیم با اجازه این در واقع استودنتمون، بعد پردازشش میکنیم، فیدبک میدیم، کوئسچنش هست و تاپیک کارد و کیو کارد وجود داره و در واقع نمره میدیم به اون در واقع اون کسی که آیلتس کاندیدیت هست، که میشه به شکل غیر همزمان در واقع از طریق گذاشتن وایس کامنت و یا گذاشتن در واقع پیام صوتی توی فورم ها میتونه انجام شه، یا به شکل همزمان میتونه باشه، هیچ فرقی برای ما نداره. خب میریم تو قسمت خدمت بعدیمون، سرویس بعدیمون، که استفاده از English questions for discussion. English questions for discussion. توی این کاتگوری شما میتونید مجموعی از کوئسشن های بسیار چالنجینگ و هیتد کوئسشنز به قول معروف که با در کلاس های مکالمه ما در واقع استفاده میشه، یا اینکه افراد و استودنت ها میتونن به شکل غیر همزمان از طریق گذاشتن اون پیام وایس کامنت انجام بدن. خب دیگه راه دیگه ای که شما میتونید اسپیکینگتون رو تقویت بکنید، پرزنتیشنز این انگلیش، که ما بسیار قوی هستیم تو این زمینه، 53 تا پرزنتیشنز داریم. ببینید الان به شما نشون میدم توی این کاتگوری انگلیش پرزنتیشنز 53 تا، من لینک کلیک میکنم، از این قسمت زیاد استفاده بکنید. انگلیش پرزنتیشنز آن لرنینگ استایلز، انگلیش پرزنتیشن آن اتنشن اسپن، انگلیش پرزنتیشن آن هنددنس اند نورولوژی، English presentation on performance evaluation. مثلا روی این کلیک میکنم، اینجا شما میتونید اون لکچر یا پرزنتیشن رو گوش بدید و همچنین به شکل نامحدود پرزنتیشن ارائه بدین و ما کرکتش میکنیم. پرزنتیشن ارائه میدین و کرکت میکنیم و اینها هم به شکل اوتوماتیک خودش رو نشون میده. هیچ سایتی همچین کاری رو نکرده، من این رو به جرئت میتونم بگم و در واقع من هم نیستم اینجا تنها، ما یک گروه هستیم. و باز هم پایینش همونطور که میبینید کلمات به شکل در واقع related lessons دارن که بر اساس اون موضوع هستند، بر اساس اون موضوع. خب میام توی سرویس بعدی تو هوم پیج دوباره. خب اینجا در مورد رایتینگ، شما برای رایتینگ چه کار میتونید بکنید؟ به شکل نامحدود IELTS essay writing for task 1 and task 2 بنویسید و ما correct میکنیم. نامحدود شما essay task 1 و task 2 رو مینویسید، task 2 رو مینویسید و ما correct میکنیم. الان به شما نشون میدم که ما تا حالا چند تا، ما بسیار معروف هستیم تو این زمینه. IELTS writing task 1 samples 29 تا، IELTS writing task 2 samples 140 تا. میام توی task 2 که آخریش در واقع همین مورد entrepreneurship بوده، که در واقع همچنین IELTS essay on racial discrimination، مثلا رو شما روش کلیک بکنید ببینید این essay هستش که essayist ما نوشته و اوتوماتیک کلمات هم توش
در واقع اون فلش کارت ها خودش رو نشون میدن. این نشون میده که اون اسیست خیلی اسی قوی ننوشته، چون کلمات سخت زیاد توش نیست، پس یک چهارم قضیه رو خیلی زیاد در واقع قوی کار نکرده. و اینجا هم کلمات related lessons هست که بر اساس موضوعش هست که racial discrimination بوده، در واقع خودش رو نشون میده. همونجور که میبینید advanced reading course on racial prejudice. و باز هم میتونید در واقع اسیست ما اینجا اسیش رو مینویسه و ما برای ما میفرسته و ما اون رو سکور میکنیم، حتی بهش نمره میدیم. و شما میتونید به 170 تا 140 به اضافه 29 169 اسی دسترسی داشته باشید که هرگز به این تعداد نخواهد بود. خب این یکی از بهترین راه‌ها برای تقویت رایتینگ شماست به شکل غیر همزمان و بر اساس در واقع دانشگاه یا آکادمی ما. خب حالا اینجا practice the four skills چطور؟ English flashcards in context، همونطور که گفتم 2200 تا flashcard در حال حاضر 14 مرداد 1399 که هر جا خودشون در واقع وجود استفاده شده باشن به شکل متنی و ویژوال تصویری خودشون رو نشون میدن. English flashcards in context، مثلا اینجا کلمه پنسیو بوده. همچنین listen to any selected text، شما هر تکسی رو سلکت بکنید براتون میخونه سایت. Listen to any selected text. پس این بهترین راه برای تقویت لیسنینگ با در واقع تلفظ اکورت و درست. Talk to your teacher anytime. Al. Talk to your teacher anytime. با استفاده از کامنت صوتی، در پایین هر درس کامنت صوتی وجود داره، شما میتونید در واقع در ارتباط با اون درس یا هر موضوع دیگه ای در واقع کامنت صوتی بذارید و ما هم کامنت صوتی جواب میدیم، پس لیسنینگ سپیکینگتون در واقع تقویت میشه. پرکتیس لیسنینگ که همونطور که گفتم بذاریم ببینم چی اینجا بوده. پرکتیس لیسنینگ کامپریهنشن با سلکتینگ انی تکست انی ورد، خب اینو که گفتم به شما. ایمپروو یور لیسنینگ کامپریهنشن، خب همونطور که گفتم 2000 تا ما در واقع پادکست داریم در داخل هر درس، پس این پادکست خب بسیار ویدیوها و همچنین آدیوهای خوبی هستن که باعث میشه لیسنینگ شما تقویت بشه. خب حالا ریدینگتون چطور تقویت میشه؟ Improve your reading comprehension with thousands of useful articles, course books, short stories, fairy tales and the like. خب داستان کوتاه داریم، نمایشنامه داریم و افسانه هست، مقاله علمی هست و کورس بوک های مثل 504 و 1100 و For and Against که میتونید با فلش کارت اونا رو بخونید و همچنین پادکست. The same by selecting any text and listening to it. خب listening و readingتون تقویت میشه به واسطه اون بحث text to speech. Practice speaking. Speakingتون چطور تقویت میشه؟ با استفاده از voice comment، کامنت صوتی که یک روشی نوین هست در واقع به جای کامنت متنی. ما کامنت متنی هم داریم البته. و همچنین پریزنت کردن، پریزنتیشن داشتن، شما میتونید به شکل نامحدود پریزنتیشن ارائه بدین و ما کوریکت میکنیم. همچنین اینترویو آیلز، اگر آیلز کاندیدیت هستید شما میتونید به شکل نامحدود در واقع اینترویو در واقع برای ما بفرستید و ما ایوالیویت میکنیم. Take full advantage of unlimited IELTS interview. بله همونطور که گفتم. خب حالا رایتینگتون چطور تقویت میشه؟ همونطور که عرض کردم و شما دیدید 169 IELTS رایتینگ اسی داریم که شما در واقع میتونید هم برای تست 1 هم برای تست 2 و ما به شما تاپیک میدیم و یک کامنت فرم پایین تاپیک هست، شما اسیتون رو مینویسین برای ما میفرستید و ما در واقع ایوالیویت میکنیم. همچنین استفاده از کامنت متنی، در پایین هر درس کامنت متنی هست، شما میتونید اونجا نظرتون و سوالتون رو بنویسید، اگر اشتباه گرامری داشته باشه ما کوریکت میکنیم. Learn فارسی or Persian online. خب ما در مورد در این عبارت آموزش آنلاین زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در گوگل نمبر 1 هستیم، شما خودتون میتونید چک بکنید. این به خاطر وجود 6 مدرس در واقع پروفشنال زبان فارسی هستش که در سایت ما کار میکنن و همچنین منابع بی‌نظیر که ما خودمون تهیه‌اش کردیم. دقت داشته باشید فارسی رو ما با کتاب از پیش آماده کار نمیکنیم، مطالب رو اوریجینال خودمون در واقع مینویسیم. خب من میتونم یک نشون بدم به شما که در مورد آموزش فارسی ما
Learn Persian Online 175 درس رو ما ارائه دادیم که در واقع مثلا از طریق در واقع استوری Learn Persian with Stories که مثل داستان‌های مثل حکایت قورباغه و مار از کلیله و دمنه، داستان روباه و انگور از ایساب، همه اینها یادتون باشه با فلش کارت و با پادکست هستند. پادکست و همچنین درس‌های مشابه. ببینید درس‌های مشابهش مثل weather conditions و همچنین کلاس آنلاین فارسی با داستان و همچنین داستان مورچه ها و ملخ و باز هم کامنت متنی و کامنت صوتی. و همونطور که گفتم در واقع 27 درس هست. من میتونم باز اینجا بیام تو کاتگوریش نشونتون بدم. With the stories. خب داستان بقال و توتی که از مثنوی معنوی است، داستان موش روستایی موش شهری از ایساب هست، داستان کسرا و دهقان. میام صفحه بعد. داستان کودک دانا از مثنوی از نظامی گنجوی، داستان خاربون وجود از مثنوی معنوی، داستان مورچه ها و ملخ از ایساب. دقت داشته باشید اینها رو ما به نثر ساده بازنویسی کردیم. بازنویسی کردیم، اصلا کپی پیست نیست. اینا رو همه رو تیم ما بازنویسی کرده و بسیار ایدئال برای کودکان ایرانی هستش که خارج از ایران زندگی میکنن و والدینشون دوست دارن که فرزندانشون با زبان شیرین فارسی آشنا بشن. داستان قدر آسایش، داستان سرانجام دهانبینی و باز صفحه بعد هم هست. خب میام باز تو هوم پیج ببینم دیگه نکته هستش که به شما بگم. خب میرسیم به تیبلمون، تیبلی که جدول در واقع خدمات سایت و همچنین شهریه. اولا دقت داشته باشید با اون کوپن سامر 99 میتونید تا آخر مرداد از تخفیف 50% استفاده بکنید و 55مین عضو سایت بشین. ببینید برای ما دو تا پلان داریم، یکی عضویت در سایت، یکی عضویت در سایت به اضافه کلاس خاص که این ستونه دست راست عضویت در سایت به اضافه کلاس خاص و همچنین عضویت در سایت در ستون چپه. خب شما میتونید به 2478 درس در واقع دسترسی داشته باشید تا حالا، یعنی 14 مرداد 99. همچنین دسترسی داشته باشید به 2185 فلش کارت. ببینید اکسس یه دونه از این 2185 که خودشو نشون داده. کلمه یه تقریبا مناسبی هست برای تولید فلش کارت. پس این یکی از در واقع 2185 اکسس دسترسی داشته باشید به بیش از 2000 پادکست که به شکل ایمبد شده، به شکل اوتوماتیک ایمبد شده در داخل درس ها. دسترسی داشته باشید به 14415 کالوکیشن و کیورد یا تگ که درس ها رو به هم لینک میکنه از نظر معنایی، از نظر تیم به قول معروف. همچنین این امکان وجود داره که هر متنی، هر کلمه‌ای، هر پاراگرافی، جمله‌ای رو سلکت بکنید و براتون بخونه برای تقویت لیسنینگ. مثل Select any text and listen to it to improve your listening text to speech. بله، مثلا حتی این ایموجی رو هم براتون میخونه. Check mark. بله. خب leave unlimited voice and text messages to improve your speaking and writing. So far 3823 comments. خب میتونید به شکل غیر نامحدود، به شکل نامحدود در واقع کامنت صوتی و متنی بذارید که تا حالا 3823 تا در واقع کامنت وجود داره. میتونید به شکل نامحدود اسه آیلز برای ما بفرستید و ما اون رو کرکت بکنیم به شکل نامحدود. یادتون باشه هر اسه الان حداقل 150,000 تومان پول کرکشنش هست. Ask us unlimited questions in the interactive comment forms at the bottom of lessons and receive detailed answers immediately. خب شما میتونید در واقع در پایین هر درسی کامنت فرم متنی و صوتی وجود داره که میتونید ازش استفاده بکنید و سوالات خودتون رو مطرح بکنید و تیم ما و تیچرهای ما به شکل حرفه‌ای به اونها جواب داده میشن، جواب داده میدن و در واقع به شکل کاملا دیتیل با جزئیات و در اسرع وقت.
Ask us unlimited questions in our English and Persian forums and receive detailed answers immediately. خب ما تو فورم داریم. چون ممکنه شما یه سوالی داشته باشید که اصلا جزء اون درس نباشه. میتونید بیاین از توی فورم هم English, ask English questions, ask Persian questions. مثلا ask English questions که هم میتونید به شکل متنی سوالتون رو بنویسید هم به شکل صوتی. Start recording. بدون اینکه هیچ اپلیکیشنی میتونید در واقع سوالتون رو اینجا بذارید و به شکل صوتی و با میکروفون گوشیتون یا هر چیزی و در واقع ما بلافاصله جواب میدیم. خب من میام باز توی Tables homepage. خب اوکی. Ask us unlimited questions. خب بعد اگر شما در واقع فقط ممبرشیپ باشید هزینه عضویت 200,000 تومان در ماه یا 15 دلار با همه اون در واقع مزایایی که بالا عرض کردم تا یک روز هم میتونید ترای بکنید و پول رو ما برمیگردونید. Money back guarantee within 24 hours بدون هیچ سوالی. بدون هیچ سوالی در واقع اگه خوشتون نیومد ما بلافاصله پول رو برمیگردیم. اگر از کوپن سامر 99 استفاده بکنید که نصف این هزینه میشه تا آخر مرداد. خب اگر در واقع توی 12 کلاس گروهی آیلتس یا فارسی شرکت بکنید که در واقع به اضافه همه مزایای بالا میشه 600 تومن و 50 دلار که باز هم با اون کوپن میتونید از در واقع 50% تخفیف تا آخر مرداد استفاده بکنید و روی این کلیک بکنید در واقع رجستر. اینم در واقع گروپ کلاسز هست. تایمش کلاس تایمش نوشته شده. من اینجا عرض بکنم که ما در حال حاضر با یک گروه کوچک همکاری میکنیم که اعضای گروهشون رو به ما معرفی کردن و 25% تخفیف دارن و در نتیجه شما میتونید اگر اینستیتیوت ما کلا برای اینستیتیوت ها کالج ها یونیورسیتی دانشگاه مدرسه و آموزشگاه ها 25% تخفیف در نظر میگیریم در قبال این همه خدماتی که وجود داره و واقعا بی نیاز میکنه در واقع زبان آموز رو از نظر آکادمیک و ما بسیار از این بابت خیلی خوشحال هستیم که منابع بی نظیر رو تقریبا تونستیم فراهم بکنیم. همچنین شما میتونید هم از منابع سایت به شکل 100% رایگان استفاده بکنید و همچنین با ما همکاری داشته باشید. یعنی اینکه به عنوان مارکتر یا بازاریاب هر نفر رو که به ما معرفی بکنید نیمی از شهریه آن فرد به شما تعلق میگیره با استفاده از یک کوپن 6 رقمی که مخصوص شماست. یعنی ما به شما یک کوپن 6 رقمی میدیم با اون کوپن اگر هر کس در واقع ثبت نام بکنه ما بلافاصله اون ما در واقع 50% رو به شما پرداخت میکنیم و شما میتونید 20 نفر رو اینوایت بکنید، دعوت بکنید و در واقع یه دو تا چهار تا بکنید. ببینید که درآمد بسیار خوبی هست و دقت داشته باشید من دلار رو هم اضافه کردم به خاطر اینکه ما بیشتر جالبی که بدونید چون سایتمون فارسی نیست بیشتر مخاطبینمون ایرانی های خارج از کشور هستند. پس و وبسایتمون 100% CDN داره، یعنی CDN Content Delivery Network، یعنی از هر جای دنیا سایت رو بررسی بکنن سرعت اپتیمایز هست. شما میتونید با gtmetrics.com با developers.google.com lighthouse چک بکنید و ببینید که سرعت سایت ما 100% اپتیمایز هست و یعنی گلوبال هستیم برخلاف سایت های دیگه که فقط تو ایران میتونن حرفی برای گفتن داشته باشن. ما تو کل دنیا در واقع حرفی برای گفتن 100% خواهیم داشت. همچنین میتونید به گروه تیچرهای ما جوین بشید و به شکل مستقیم درآمدزایی بکنید در واقع و از منابع سایت هم به شکل رایگان در واقع استفاده بکنید. منابع سایت برای شما، برای همکاران ما، برای مارکترها، بازاریابها و تیچرهای ما رایگان هست. این هم تستیمونیال هست، یعنی 6 تا استیودنتی که یکیش خودم هستم چون خودم اولین استیودنت هستم همیشه. در واقع همیشه اولین استیودنت خودم بودم و آخریشم خودم هستم. اینها تستیمونیال هایی که به ما داده شده. من میام صفحه تیچر رو به شما نشون میدم. اینها تیچرهای ما هستن در حال حاضر.
آقای فرشید عزیز، خانم هاجر عزیز زنجانی، خانم مهسا محمدی، محمد حسین حریری اصل، سارا اند آیدین از ترکیه هستند، زهرا پورباقر، خانم زهرا پورباقر. و ببینید به شکل مستقیم شما میتونید با این عزیزان تماس بگیرید به شکل مستقیم و ما هیچ دخل و تصرفی. اگر شما میتونید تیچ بکنید انگلیسی یا فارسی رو، میتونید به گروه ما بپیوندید، از منابع سایت به شکل رایگان در واقع اختیارتون قرار بگیره و همچنین به شکل بدون کمیسیون، بدون در واقع پورسانت، استودنت هاتون رو چارج بکنید، یعنی ازشون شهریه دریافت بکنید. خب من ببینم دیگه، برای اینکه بتونید لاگین بشین و عضو بشین خیلی ساده، احتیاج به یوزر پسورد نیست، تنها کافیه روی رجستر کلیک بکنید. اینجا میتونید ببینید که به چه شکل میتونید در واقع عضو سایت بشید. وقتی که ما اصلا یوزر پس نداریم، با گوگل اکاونتتون لاگین میشین و وقتی که اولین بار لاگین بشین این ارور رو میبینید که اکاونت شما باید تایید بشه. با ما در تماس خواهید بود و ما اکاونت شما رو تایید میکنیم و وقتی که در واقع اکاونتتون تایید بشه به این شکل Welcome سبز رنگ رو میبینید که یعنی این که در واقع شما لاگین هستید. خب من سعی کردم نکات مهم رو به شما بگم. همونطور که دیدید خدمات سایتمون واقعا خدمات ارزندهی هستش، فقط هم کار من نیست، ما یک گروهی هستیم و سایتمون هم اپتیمایز هست با سرعت بسیار ایدئال و یوزر فرندلی برای موبایل و در واقع کار کردن روش بسیار لذت بخشه. خب تا آخر مرداد هم این فرصت رو دارید که در واقع از 50% تخفیف به مناسبت تابستان 99 که امیدوارم نصفش گذشته نصف بعدیش هم به همین خوبی و بهتر پیش بره براتون. خیلی مراقب خودتون باشید و امیدوارم که بتونیم در خدمت شما باشیم. شب و روزتون خوش، مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.